سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امروز با یه اسکن خیلی زیبا ارسالی از یکی از دوستان و مشتریان عزیزمون در خدمت شما هستیم. از این جایگاه ازشون تشکر میکنم که به ما اعتماد کردن، محبت داشتن و این فایل رو در اختیار ما قرار دادن و ما هم در اختیار شما. اسکنی هست از یک اتاقکی در عمق بین تقریبا 4 تا 5 متر، چون هنوز کار نکردن اونجا رو، صرفا اسکنی تهیه شده و به ما قول دادن که انشالله در صورت نیاز و صلاح دیدشون مستندات بیشتری رو ارائه بکنن. اسکن از یک اتاقک هست، در یک شرایط خیلی سخت این اسکن تهیه شده. چون در شرایط سختی تهیه شده و عجله وار بوده، خیلی از نظر من اسکنی با جزئیات زیبا نیست، چون میتونستن با اسکنری که در اختیارشون داشتن تصویر بسیار جذابتر و دیتیل خیلی بالاتری بگیرن، که این رو ما میتونیم در حالت مشبک مشاهده بکنیم. با ابعادی که ایشون در واقع اسکن تهیه کردن، همونطور که مشاهده میکنید تعداد مثلا 8 عدد ایمپالس کم هست، چیزی که همیشه به دوستان گفتیم اگه میخواید اسکن منسجمتر با جزئیات و عرض به خدمت شما که رزولوشن بالاتری داشته باشید، همیشه نسبت تعداد این پالساتون روی طول لاینتون متناسب با هم باشه. یعنی اگه مثلا طول اسکن شما 5 متره، نیاید 10 تا این پالس بزنید، نیاید 8 تا این پالس بزنید، بیایید مثلا 15 الی 20 این پالس، هر چقدر بیشتر بهتر. ولی با این حال بازم کار خوشبختانه راه افتاده. در این صورت چه اتفاقی میفته؟ در تصویر اصلی شما اول از زمینه تصویر سبز، دوستانی که آموزش داشتن میدونن زمانی که زمینه تصویر سبز هست، اونجا باید عمدتاً نه همیشه حفره داشته باشیم و یک سری شواهدی بدون اینکه ما اینترپولیشن داشته باشیم داره اینجا رویت میشه. و گفته بودیم زمانی که ما یه هدف واقعی داشته باشیم، نیازی به بازی با سیگنال کارکشن و اینترپولیشن چندین مرحله و این داستان ها نداریم، حتی اگه در عمق نسبتاً بالایی باشه. ما اینجا اگر از اینترپولیشن با عدد 1 استفاده بکنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. باید انتظار میره که اگر اینجا یه حفره واقعی داشته باشیم، همون اول کار با یک مرحله اینترپولیشن خودش رو به ما نشون میده و میبینید که به زیبایی هرچه تمام‌تر، با وجودی که اسکنی که تهیه کردیم اسکن عرض کردم خیلی حرفه‌ای نبوده، ولی کار داره خودش رو نشون میده. حالا اگر این اسکن رو ایشون میتونستن با این پالس های فشرده تر و لاین های فشرده تر بگیرن، حتی ما میتونستیم یک ابعاد دقیق تر، یک چارچوب زیباتر و فرم و شکل قشنگتری رو ازش ببینیم، ولی ایراد نداره، ما داریم کار رو میبینیم. یک مرحله دیگه اینترپولیشن و تصویر ما کامل تر خواهد شد. چرا دقیق عمق و قله خیلی بالایی نمیده؟ به خاطر همین قصه که عرض کردم، شما هر چقدر اسکن قشنگتری بگیری تصویر جذابتری خواهید داشت. این چون یک مثال عملی بود و عملا رویت شده، یعنی کار کاملا مشخصه که چی هست. حالا من از ارائه جزئیات بیشتر معذورم، ولی عرض کردم انشالله اگر ایشون صلاح بدونن بعدها ما مستندات و کلیپ های بهتری از این قصه خواهیم داشت، لینکش میکنیم به این آموزشی که داریم. فقط خواستم به شما این موضوعاتی که بارها تاکید کردم، از جمله همین بحث رویت یک شکل، یک ساختار، یک آنومالی در همون تصویر اولیه بدون نیاز به اینترپولیشن، یا حداکثر یک مرحله اینترپولیشن، شما یک چیزی رو ببینی، باید یک چیزی رو ببینی، ساختاری رو ببینی، همینجا الان کاملا مشخصه. نکته شماره 2 خیلی مهمه، اینو گذاشتم آخر بگم چون روش خیلی بحث دارم. دوستان دنبال اتاقک هستن، میگن یه حفره رو میبینن که 2-3 تا این پالس رو درگیر کرده، یا 2 تا لاین 3 تا لاین رو درگیر کرده، بعد دنبال حفره و اتاقک میگرده. خیلی ساده بود، بارها به دوستان گفتم نگاه بکنید الان همین تصویر رو، ما فقط همین قسمت اولیه کار رو در نظر بگیریم. ببینید از عرض تقریبا 3 الی 4 ایمپالس درگیر شده، در طول هم تقریبا 4 ایمپالس الی 5 ایمپالس جاهایی درگیر شده. یعنی شما 4 در 4، شما اگر فاصله بین ایمپالس رو 5 در نظر بگیرید، خودتون متوجه بشید که چه ابعاد مناسبی داره این کار. این که میگیم همیشه باید ابعاد هدفی که در ویژوالایزر میبینید با هدف ذهنی شما یا هدفی که دنبالش میگردید تناسب داشته باشه، بازم گفتم و دوباره هم تاکید میکنم که خیلی چیز ساده ای، اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. شما دنبال اتاقک میگردی، دقیقا مثل این اسکن باید همچین فضایی رو به شما بده. شما دنبال راه رو میگردی، باید شکل و در واقع ساختار شبیه راه رو باشه، ارزش طوری باشه که یک آدم تنومند بتونه به راحتی ازش عبور بکنه، مگر اینکه این راه رو نباشه و نقش دیگه ای داشته باشه. امیدوارم که این مثال جذاب مورد توجه شما قرار گرفته باشه. موفق باشید.